میتونم عرض کنم؟ بفهم. بله بله خیلی کوتاه، یعنی واقعا از 30 ثانیه هیچ گونه بیشتر نه. این دموکراتیک نیست که جواب اینقدر مفصل باشه، ولی سوال خیلی کوتاه باشه. متاسفانه نقطه نظر باشه که آدم بخواد بگه برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه. به اعتقاد من شرط اول هر مبارزه شناسایی دشمنه. به اعتقاد من ما ایرانی ها هنوز نمیدونیم دشمن ما کیه. فکر میکنیم، چون البته منظور من به هیچ وجه شرق و غرب نیست، شرق و غرب دشمن ما نیستن، نه شرق نه غرب، به هیچ وجه من نظرم اون نیست. من 30 سال تو این کمیسیونای این چنینی بودم، افراد والای اینجا هستن که هر کدوم از اینها به تنهایی میتونن یک دنیا را رهبری کنن. دکتر لاهیجی استاد من بود، من باش کار کردم، دفترش کار میکردم، شاگردش بودم، خانم کارم همچنین. 30 سال پیش استادان بزرگواری که همه شناخته شده هستن، اونهایی که تو این جمع هستن همه تحصیل کرده، شاخص، والا مقام، همه اینها ما ایرانی ها، ما ایرانی هستیم. اون وقت از اون ور میبینیم که مشتی آخوند بر ما حکومت میکنه. تو این جلسات تئوری ها صحبت میشه. همه آنچه که من امروز شنیدم از شما آقایون و خانم ها، فقط البته این انتقاد من به شماست و هیچ ایرادی هم نداری، همانند دادستان کیفرخواست خوندید، جرائم رو شمارش کردید، ولی هیچ وقت نیومدید بگید که چرا جرم اتفاق میفته، چرا ایرانی گرفتار این 4 تا آخوند میشه. آقا 2 تا آخوندم توی خونه با هم نمیتونن بسازن، من میدونم این رو. خیلی ممنون. من تمام شما رو قطع کنم، ببخشید. نه نه بقیه نمیتونن. نه نه اتفاقا یک بخش از دموکراسی ضمناً احترام به وقت نه درسته، ولی عرضم بذارید تمام بشه. عرضم میتونم صحبت کنم. چرا اصلا نمیگن چرا ایرانی گرفتار 4 تا آخوند میشه؟ اون نیرویی که پشت این آخوندا هست کیه؟ این رو باید بگیم ما. و از خیلی ممنون. من نمیتونم تموم کنم حرفمو؟ متاسفانه نه، چون وقت نیست. من با عرض مذر، من میدونم بالاخره با شورش مواجه خواهم شد، ولی نفر دوم که خانم بفهم اینجا. بله میام. مطرح کنم که تمام دوستان که اینجا صحبت کردن صحبتاشون خیلی ارزشمند بود و ما برای هر کدوم از اینا نیاز داشتیم که یه فرصت مناسبی برای پرسش و پاسخ داشته باشیم، ولی متاسفانه برگزاری جلساتی به این بزرگی که 8 تا ادیب اینجا نشستن که و ما دلمون میخواد مسائل رو باز کنیم، این امکان رو به هیچ کدوم از ماها نمیده. میخواستم به برگزار کننده های این برنامه، علی‌رغم اینکه میدونم خیلی زحمت میکشن برای این برنامه، این پیشنهاد رو بکنم که جلسات رو حداقل به 1 نفر یا 2 نفر سخنران محدود کنن تا دیگران هم بتونن استفاده بکنن و در واقع اون چیزی رو که اومدن تو این جلسه با اون با یه ایده برگردن از این جلسه. خیلی ممنون. بله بفرم. متشکرم. از آقای دکتر اخوان یک سوال داشتم. همونطور که همه میدونن جنایات زیادی بر علیه بشریت در سالهای زیادی اتفاق میفته. میخواستم ببینم که آیا اون کیسی که این قابلیت پیدا میکنه از منظر حقوق بین الملل که در دادگاه لاهه مطرح بشه باید چه مشخصاتی داشته باشه؟ آیا تعداد کشتاره؟ آیا به اصطلاح نفوذ قدرت‌های بزرگ؟ آیا سیستماتیک بودن؟ چه مشخصاتی باید داشته باشه که بتونه مطرح بشه در دادگاه؟ خیلی ممنون. یه خانم اینجا بود. بله بفرمایید. آیا می شود امیدوار بود که حقوق‌دانان ایران بتوانند بر اساس اتفاقات اخیر ایران اصلی را در چارچوب حقوق بشر به رسمیت بشناسانند و به اجرا درآورند که طبق آن بتوان دولت‌هایی را که اصول قانون اساسیشان ضد حقوق بشر است از به رسمیت شناختن محروم ساخت؟ کاری که دولت‌های جهان در مورد جمهوری اسلامی انجام دهند. با تشکر از
سخنرانی بسیار قشنگ و جامعی که داشتید. من یه سوال از آقای دکتر لاجی داشتم که خدمتشون گفتم، اون این هستش که در یکی از جلساتی که من گوش میکردم فرمودن که تا آخر امسال بعضی از سران جمهوری اسلامی به عنوان جنایتکار جنگی معرفی میشن. خواستم سوال کنم که آخر اقدامات عملی در این زمینه چی بوده. فقط یه نکته رو من میخواستم بگم که در رابطه مسئله خشونت، تمام خشونت طلب ها تناسلهایشون خشونت، تنها رایی که میشه این سلاح رو دستشون گرفت این که عدم خشونت بشه. خیلی ممنون. دو تا سوال کتبی هم اومده، من فقط اینا رو تون میخونم ولی برای پاسخ میریم به بیرون. یک، هر دو سوال از آقای دکتر لایجی است. یک، وظیفه و مسئولیت ما در قبال افرادی که در شهر اشرف عراق به دست آقای نوری مالکی و عوامل خامنه‌ای کشته و زندانی شده اند و امروز 47 روز از اعتصاب قضای 1200 نفر از آنها میگذرد چیست و ما چه کار میتوانیم انجام بدهیم؟ مسئولیت انسانی ما چیست؟ سوال دیگه اینه که همانند سال 57 این روزها نیز مردم ایران به خوبی میدانند چه نمیخواهند. برای تعمیق مبارزات و خصوصا طرح هرچه گسترده‌تر خواست تغییرات اساسی در قانون اساسی کشور، چه پیشنهاد عملی دارید؟ با توجه به مواضع موسوی و کروبی در مورد قبول دربست قانون اساسی فعلی، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. من میخواستم که از همه شما هم عذر بخوام، هم تشکر کنم. ما میتونیم یه مقدار بریم بیرون و سوالا رو انجام بدیم. با تشکر از تمام پنل.